بازداشت مجدد اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان کشور، نهادینه شدن فساد گسترده و سازمانیافته در کشور و تأثیر آن بر جامعه، سوء استفاده ابراهیم رئیسی از بودجه و اموال آستان قدس رضوی در ایام انتخابات و اظهار نظرهای مقامات عالی نظام در ارتباط با جنایات و قتل عام‌های تابستان 67. مواردی بود که در گفتگوی شبکه جهانی دور تیوی با هاشم خواستار نماینده معلمان کشور مورد بررسی قرار گرفت. توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. آقای خواستار، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو مجدداً در اختیار دور تیوی قرار دادید تا گفتگوی رو در ارتباط با مسائل روز با بینندگان در میون بگذاریم. خواهش میکنم. لطف کردید شما هم از اینکه باز یک وقت به من داده که بتونم حرف من رو به گوش ملت ایران برسونم. آقای خواستار، سوال اول من مربوط میشه به آقای اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان کشور. مجدداً ایشون رو به روش آدم ربایی بازداشت کردن. لطف کنید در این ارتباط توضیحاتی رو برای بینندگان ما بفرمایید. بله، متاسفانه ایشون در مرخصی بودن، در مرخصی درمان بودن. ایشون به خاطر 38 روز اعتصاب قضایی که داشتن که بعد از اون آزاد شدن، ایشون داشتن خودشون رو معالجه میکردن. آمدن ایشون رو از دم خونه که آمده بیرون دزدیدن و حتی اجازه ندادن که داروهای خودش رو چیکار کنه برداره و ایشون رو فرستادن به بند 350 زندان اوین. از اونجا ایشون تلفن که بله من زندان هستم، که در این مدت خانوادهشون بسیار نگران بودن. خیلی خیلی من فقط متاسفم برای این حاکمان ما که در کشور فقط زور سرشون میشه، فقط قلدری میکنن، قانون سرشون نمیشه، در حالی که خودشون رو مجری قانون قرآن میدونن، خودشون رو منتسب به قرآن و پیامبر و خدا و اینها میدونن. خیلی خیلی جای تأسف داره که هیچ گونه رعایت حال افراد، بگم یا این قانون خواست باشه اجرا بکنن، اصلا ملاحظه نمی کنن. آقای خواستار، این سوال من مربوط میشه به نهادینه شدن فساد گسترده و سازمانیافته در کل کشور. ما هر روزه شاهد اعتراض کسانی هستیم که مال باختن، یعنی پولشون رو در این مؤسسات اعتباری که با مجوز بانک مرکزی شروع به کار کردن و مردم هم به دلیل همین مجوزی که بانک مرکزی به این مؤسسات دادند پولهای خودشون رو در این مؤسسات گذاشتن، حالا مواجه شدن با اینکه این مؤسسات اصلا پولی ندارن که نه سود اینها رو بدن و نه اصل پولشون رو. میخواستم ارزیابی شما رو در این مورد بدونم. خواهش میکنم. ما یک ضربه مثل داریم که میگن هرچی بکاری همون رو درو میکنی. بعد از کودتای خرداد سال 60 این حکومت وارد فازی شد که تمام آزادی خواهان رو، تمام احزاب رو کرد. برای تمام اونهایی که اندیشه داشتن، فکر داشتن، پیشبینی این روز رو میکردن که چی؟ پیشبینی این روز رو که این حکومت فاسد میشه و اگر به استبدادشون ادامه بدن، به این حکومتشون ادامه بدن، مردم برکت در میان و انقلاب میکنن. من اجازه بدید یک مثالی در اینجا بذارم. من خدا نکرده به هیچ کس توهین نکردم. من تمام اتهامات در پرونده‌ام هست، فقط چون کلمه خر در اینجا میاد اصلا به هیچ عنوان قصد توهین دارم، فقط اجباراً اتفاق افتاده و کلمه خر میارم. من تمام اتهامات دارم، اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه امنیت داخلی کشور، تشویش اذهان عمومی، نشر آزادی، تبلیغ علیه نظام، همه اینها رو دارم، فقط توهین ندارم. اینه که امیدوارم که برداشت توهین نکنم. این حکومت با این سیستم بسته‌ای که داره، با این شرایط استبدادی که از سال 60 حاکم شد، مثل این مونه که ببخشید، من پدرم کشاورز بود،
برای صرفه‌جویی در فضای در علوفه خرش چیکار میکرد؟ این خر میرفت توی مزرعه میبست با یک تناب بسیار بلند. این روش خیلی از این روستایی ها بوده اینا که این کار رو انجام میدادن برای که متحمل هزینه علوفه برای این حیوان نشن. یک روز که پدرم رفته بود دیده بود که این خر بدبخت این تناب رو اینقدر به دورش پیچیده بود که افتاده بود و خفه شده بود. این سیستم، این حکومت که اسمش گذاشتن نظام اسلامی که هیچ اسلامی وجود نداره، درست مانند همین خر، این مثال رو میزنم، درست مانند همین خر یک سیستم بوروکراسی فاسدی به وجود آوردن که آقا از داخلین به خیر قتل و قارت و آدم کشی چیزی در نمیاد. موقعی که یک سیستم این طور بسته باشه که تمام احزاب سرکوب کرده باشن، خب مثل همین خر میشه که همینطور به دور خودش میتونه میپیچه و تناب رو آخرش هم خفه میشه. این هایی که زربان وزره که میگن که فلانی با دست خودش گوره خودش کن، حکومت ها همین هست که با دست خودشون گوره خودشون رو میکنن. این راه خودشون انتخاب کردن، ملت انتخاب نکردن. موقعی که در سال 67 تمام آزادی خواهان رو سرکوب کردن، بچه های مردم که وارد خیابان ها شدن، اینا رو گروه گروه بدون اینکه اسلحه داشته باشن گروه گروه گرفتن داخل زندان ها و 70-80 نفر با هم تیرباران فکر امروز رو نکردن و الان زبان مردم دراز شده و همه فهمیدن که آقا یک کلاه بزرگی سرشون رفته و این حکومت میدونه که هیچ مشروعیتی نداره و هیچ جایگاهی در بین مردم نداره و فقط به فقط با زور سرنیزه اسلحه داره چیکار میکنه، داره حکومت میکنه ولی نمیتونه ادامه بده. آقای خواستار، بحث فساد و سوء استفاده های مالی پیش اومد. شما اهل مشهد هستید و میخوام سوالی رو در ارتباط با آقای رئیسی از شما بپرسم. تولیت آستان قدس رضوی در مشهد، طبق اخباری که ما دریافت کردیم و شما حتما در جریان هستید، سوء استفاده های مالی زیادی در ایام انتخابات آقای رئیسی از بودجه و اموال آستان قدس رضوی به نفع خودشون انجام دادن برای تبلیغات انتخاباتی. لطف کنید و در این مورد اگر اطلاعاتی دارید برای بینندگان ما روشنگری کنید. بله، همه از طریق سپاه و بسیج بسیار برشون تبلیغ می شود. در سطح بسیار کلانی که من به جرأت میتونم بگم از اون مبلغ 1000 میلیاردی که برادر زن آقای توسی یعنی تولیت قبلی آثار قدس دزدیده شد و ایشون به خارج فرار کرد باید بیشتر باشه. برای که در سر تا سر ایران چه در روستا و چه در شهر اوور خرج میکردن. من فقط اینجا یک سوال دارم، ایشون ظاهرن با این همین تبلیغات ظاهرن 16 میلیون رای آوردن. آقایان در دنیای دموکراسی احزاب آزاد هستند، احزاب عضو دارن، حق عضویت پرداخت میکنن. آقا اگر همین 16 میلیون طرفدارشون هستن، ایشون برایش حزب یک حزب تشکیل نمیده که ماهی فقط 1000 تومان میگیره، در ما میشه 16 میلیارد تومان. ولی من میدونم که این پول ها رو بله بعضی ها ممکنه بگن آقا افراد کمک کردن. ببخشید میگن اون افراد غلط کردن که کمک کردن. افرادی که میلیارد میلیارد کمک کنن معلومه که چه انتظاری دارن که این آقا رئیس جمهور بشه که چطور کشور رو غارت کنه. اگر ما پارلمان رو رئیس ریاست جمهوری رو از دموکراسی غربی گرفتیم باید احزاب رو هم به رسمیت بشناسیم. چرا احزابی که ریشه در این مملکت دارن، سابقه دارن، خوشنام دارن آزاد نباشن؟ اون وقت یک نفر مثل آقای رئیسی که دستش به خونه هزاران